اتل متل توتوله دیکتاتور کوتوله، این روزا پای عظما رفته تو چاله چوله. ایران با ثبات‌ترین کشور جهان هست. اتل متل کوچوله، دیکتاتور کوچوله، حال مقام عظما تو این روزا چجوره؟ نه یون داره نه کوپال، بدجوری رفته از حال، همش زیر لحافه، عباش پر از شکافه، رأی تقلبی ساخت، قرعه به نام تنداخت، آخر بازی اما هرچی که برده بود باخت. عظما دیگه خرفته اما مشو گرفته، از شطور ولایت همین روزا میفته، هاچین و هاچین جفت با تو برچین. دشمنی‌های خودشون با نظام اسلامی رو دارن نشان میدن، از همه هم خبیث‌تر دولت انگلیس. حتما خاطرتون هست که رژیم چطوری به انگلیس حمله میکرد و به خصوص شخص خامنه‌ای چطور از خباثت انگلیس نام میبرد که پول امت رو مسدود کردن و شیطنت میکنن و از این حرفا. انگار نه انگار که یک سوابقی هم این امر، یعنی رابطه رژیم با انگلیس داره و این سوابق چیزای دیگه‌ای رو نشون میداد. برای رسانه‌های اروپایی به خصوص انگلستان این هفته خبری رو منتشر کردن که تا حدودی دلیل و چگونگی سوزش و جلز و برز ولی فقیه رو برملا میکرد. دولت انگلستان یک حساب بانکی متعلق به پسر ولی فقیه ارتجا، یعنی مجتبی خامنه ای رو مسدود کرد. به قول یکی از دوستان که در همین رابطه ایمیل فرستاده بودن، معلوم شد که اونجا که خامنه ای میگفت پول امت پول امت، پول امت نبوده، پول امت بوده، خطاب به خامنه ای. مبلغ هم یک قلم ناچیز 1,600,000,000 دلار. ابعاد دزدی و چپاول رو نگاه بکنید که فقط در یک حساب بانکی پسر خامنه ای در یک بانک انگلستان 1,600,000,000 دلار پول بوده. واقعا عجب پسر خلفی تربیت کرده برای خودش. دشمنی های خودشون با نظام اسلامی رو دارن نشان میدن، از همه هم خبیث‌تر دولت انگلیس، از همه هم خبیث‌تر دولت انگلیس، از همه هم خبیث‌تر دولت انگلیس.